سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه ششم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از این کتاب آن سوی مرگ داستان اولش رو با هم خوندیم. حالا چقدر توفیق بشه ماجرای دوم رو پیش بریم تو این ایام باقی مانده، بنا داریم ان شاء الله اگه بشه تمومش کنیم، و اگر دوستان مایل بودن داستان سومش رو هم بعد از سال، حالا ببینیم چطور میشه. من تو این ایام با مطالب جدیدی روبرو شدم، خیلی برام جالب بود. اصلا سایتی داریم Near Death که تجربه های مرگ رو بیش از 4000 مورد در جاهای مختلف دنیا جمع کردن و مطالب عجیب و غریب، همه هم از جنس هم. خیلی برام جالب بود، یه واقعا دریچه ایست برای گفتگو تو فضای فعلی با مردم دنیا. این تجربیات چیزای جالبی است، تجربیات جالبی است، مطالب قشنگی. مسلمان و چه میدونم ایرانی و اینا هم نداره، همه طیفی از همه رقم، از واشنگتن، شیکاگو، لندن، جاهای مختلف، آفریقا، نیجریه، از همه اینا تجربیاتشون رو گذاشتن، یه مجموعه خیلی وسیع و عجیب غریبی شده. و من خودم مشتاق شدم که بشینم تک تک اینا رو مطالعه کنم. به نظرم خیلی از تو اینا چیزای خوبی در میاد. یه فرصتی، حالا ایام نوروز هزار تا کار برای خودمون تعریف کردیم که بشینیم انجام بدیم، اگه بشه اینو بشینیم مطالعه کنیم. بعد ایام تعطیلات بعضی از نکاتش رو و خروجیاشو من عرض می‌کنم خدمت دوستان که بقیه رو دیدم. دیشب یه مرور اجمالی به بعضیاش داشتم، پریشم که بعضیاش نکات جالبی هم داره، اتفاقاتی که برای اینا افتاده. حالا انشالله بعضیش رو عرض میکنم. این تجربه برای همشون بوده که یه دور کل اعمالشون جلوی چشمشون میومده. بعضیشون خیلی قشنگتر اینو تصویر کردن. حالا میارم انشالله براتون میخونم. نکات همونایی که ما عرض کردیم، یعنی مطالب چون مستند به وحی بوده، چیزی هم که اینا دیدن، تازه اینی که اینا دیدن رو باید با اون راستی آزمایی کرد، صحت سنجیش اونجاست که اینی که اینا دیدن چقدر درسته، چون اینا که ما گفتیم از قرآن و روایت. حالا این داستان دوم هم یه سری وقایع خاصی رو ایشون که یه آقای مهندسی، هیچ اسمی هم ازش نمیاره، هیچ نشونی از ایشون نمیده، دو بار مرگ رو تجربه میکنه. دفعه اول خیلی معمولیه، دفعه دوم اتفاقات جالبی داره. گفتم اون 40 صفحه آخرش رو هم که حالا سر کلاس به دوستان شوخی میکردیم، گفتم هر کی شلوغ کنه 40 صفحه رو بعد پاور کنه بیاره. این 40 صفحه 40 صفحه وحشتناکیه و به دوستانم عرض کردم و جالب میگه هر کی میاد میگه آهم 40 صفحه رو به من بده من بخونم. دقیقاً کجا شروع میشه آقا؟ این 40 صفحه رو از اول شروع کنید چیزی نداره، ترس نداره. از اول داستان که بخونید به اون 40 صفحه که میرسید آنفاکتوس میزنید، وگرنه اون 40 صفحه خالی چیزی نداره. یعنی توی فضایی داره گل و بلبلی میره، یهو همه چی برمیگرده، همه میره توی فضای جن و من و اتفاقات عجیب غریب. یکی از دوستان گفتش که من خوندم اتفاقی برام نیفتاده. گفتم حاضری شب تنها بخوابی؟ گفت نه ابدا. گفتم پس اتفاق افتاده، گرمی الان حالی نیست. خلاصه این ماجرا اتفاقات جالبی رو داره. من خیلی سریع اول بخش اولش رو امروز بگم، بقیه‌اش رو با هم فردا بخونیم. اگه توفیق باشه چهارشنبه هم خدمتتون هستیم ان شاءالله، بحثو پیش ببریم. هفته بعدم که ما هستیم، تا روز قبل 29 هستیم، دوستانی که میخوان باشن خدمتشون هست. میگه ما با دکتر با مهندس قرار داشتیم، اوصاف ظاهریش رو میگه، کت و شلوار قهوه‌ای داشت، بدنی عضلانی، موهای بلند، لبخندی درخشان، چشمان گیرا و سبز، در چهره برنزه و چشمان درشت، صورت گرم، خوش آمدگو و پر از وعده. و میگه که ما گفتیم که آقا چرا اجازه مصاحبه ما نمیدادی؟ چون گفتش که من قصد نداشتم زیر بار مصاحبه برم، اگه شما رو رنجوندم عذرخواهی میکنم. و چند تا دلیل داشتم، یکی این که مدت هاست تصمیم گرفتم داستانم برای کسی نگم. داستانش هم واقعا بعضی جاش عجیب غریبه، یعنی من اینو دارم میگم که بدونید این بابا قصدی نداره از بیانش، فرار میکرده از طرحش، چون اینا متهمن همیشه به این که میخواد دکان دستگاهی را بندازه. یا آقا اینا یعنی چی این حرفا که داره میزنه؟ این بدبخت فرار میکرده از اینکه این حرفا رو بزنه، به زور گیرش آوردن. و یکی این که
واهمه داشتم اسمم رو فاش کنید، و یکی هم این که نمیخواستم منو آدمی توهم زده لافزن و کمی دیوونه بدونید. اینا میگه نه آقا این حرفا چی؟ میگه نه حالا بذاریم بریم جلو میبینید. یه سری چیزا میگم باورتون نمیشه، واقعا هم همینه. البته بعضی چیزا برای اینا رو میکنه، مثلا اینا هر چی تو ذهنشون میومده جواب میداده، و یه سری وقایع رو برای اینا میگه آخرای داستانه که اینا باورشون میاد نه این واقعا مثل یه کاره ای. در این حال آدم بسیار مؤمن و معتقدی هم بوده، میگن در کار خودش مهندس ساختمان بوده، انسان بسیار مؤمن و مقیدی بوده که حالا تو داستانم بهش اشاره میشه. بعد گفته که من خودم میتونم مطمئن باشم که هر چی دیدم واقعیه، ولی قادر نیستم اطمینان رو به شما منتقل کنم، شاید هم اصلا لازم نباشه. شما در باور کردن یا باور نکردن قصه من مختاری. البته میدونم که خواسته یا ناخواسته درباره مطالبی که میگم فکر میکنید و به عقیده من همین بسه. میگه من اصراری ندارم که برای شما اثبات بکنم چیزایی که دیدم واقعیه. ماجرا از کجا شروع میشه؟ یه عمارت قدیمیشون داره، شهرشو نمیگه کجاست، که با باقی بزرگ اون خونه باغ رو از عموم خریده بودم، بعد از تعمیرات مختصری در عمارتش ساکن شدم. 33 سال و 11 ماه داره ایشون اون موقع که مصاحبه کرده و 2 ازدواج. گفتم خب دمت گرم 2 تا زن داری؟ گفته نه طلاق گرفتم بعدیو گرفتم، به دلتون بر را ندین. بعد میگه چرا طلاق گرفتی؟ حالا طلاقش هم که جالب اینو میگم بعدن یه چیزایی از عالم زر میگه، واسه همین دارم اینو شروع میگم، همه هر چی من میگم بعدن به درد میخوره. نشستم همه رو سلکت کردم چیا رو بگم چیا رو نگم، با محاسبه مهندسی منبره اینجا الان خودش داریم که چی بگیم چی نگیم. بعد میگه چرا طلاق گرفتی؟ میگه آدم بدی نبود. اگه بگم آدم بدی بود به انصافی زن خوبی بود، همدیگر دوست داشتیم، سلیقه‌مون با هم فرق می‌کرد، طرز فکرمون با هم فرق می‌کرد، هیچ وقت صدامون رو بلند نکردیم، همیشه اختلاف نظر رو تحمل می‌کردیم. پدر مادرش رفتن پاریس و خیلی به من اصرار کرد ما هم بریم، من قبول نکردم و دیگه کم کم او هم سرد شد و گذاشت رفت. و از وقتی که او طلاق گرفت و رفت من تنها شدم و ماجرا از تنهایی من شروع شد. خونم خالی شد، به شدت سرد شد، بخاری رو شروع کرد. برای دور موندن از خانه دیوانوار خودم رو در کارم غرق کردم، روزی 50 ساعت کار میکردم تا اینکه 6 ماه قبل مجدد ازدواج کردم که حالا از همسر جدیدش هم تعریف میکنه. 2 بار برام این تجربه پیش اومد، دفعه اول 5 سال پیش، دفعه دوم سال قبل از پارسال، منظورشون پیرارسالی. تجربه اول من مربوط به زمانی که تازه از همسرم جدا شده بودم، یعنی 2 ماه بعد از آن طلاق غم‌انگیز. غروب یک روز سه‌شنبه بود، در دفتر کارم با معمار یکی از ساختمان‌ها دعوا کردم. داستان رو با دقت گوش کنید. میگه چرا دعوا کردی؟ میگه که من خیلی حساسم نسبت به کار، نباید از کار دزدید. دیدم که این از هر وانت سیمان فقط 1/3 رو در ساختمان مصرف کرده بود، بقیه رو به انبار مخفی برده بود. بزرگوار خیلی اهل فعالیت بوده. بعد من تو کارم جدیم، معده‌ام نمیتونه لقمه حروم هضم کنه، و حاضر نشدم خاطر نفع بیشتر به مشتری خیانت کنم. برای هر مشتری طوری خونه میسازم که انگار برای خودم میسازم، شاید حتی بیشتر از خود صاحب کار حساسیت داشته باشم. ایناست که گاهی عنایت‌های الهی رو داره. آدمای ویژه خیلی قیافه و پوزیشن و نمیدونم اینا عجیب غریبی ندارن که مثلا آدم فکر بکنه این دیگه یه چیز ویژه و یعنی پسر پیغمبره. نه، گاهی بسیار معمولی هن. ما دیدیم بعضی از اینها رو که به شدت معمولی و به شدت خاص، چهره به شدت معمولی، خودش به شدت آدم خاص. بعضی از اینها رو شاید یه روزی در موردشون با هم گفتگو بکنیم اگه آدرس نخواهیم. خب بعد میگه که اون روز غروب کلی به معمار توپیدم، بعد اخراجش کردم. در نهایت عصبانیت سوار ماشینم شدم، به سمت خونه اومدم. تو راه داداشم زنگ زد، می‌خواست در مورد موضوع مشورت بگیره. بهش گفتم دارم میرم خونه، بیا اونجا با هم صحبت کنیم. فصل تابستون بود، وسط حیاط کنار حوض یه تخت چوبی بزرگ گذاشته بودم، شبا رو تخت می‌خوابیدم. اینم بگم در خونه رو به حیاط باز می‌شد، فاصله تخت تا در خونه 20 متر بود. بعد شب شده بود، چراغ حیات رو روشن کردم، رو تخت نشستم، منتظر داداشم بودم. چند دقیقه گذشت، یهو حالت سرگیجه من دست داد، احساس کردم از پیشونی تا میانه سرم بی‌حس شده. به خودم گفتم اگه یکم دراز بکشم حالم بهتر میشه. دستم رو خواستم به سمت بالشی که اون سوتر بود ببرم، که یهو دستم در میانه راه قبل از رسیدن به بالش متوقف شد. هرچی سعی کردم پیشتر ببرم نتونستم، انگار قفل شده بود، انگار زمان ایستاده بود. در این حال حس بسیار لطیفی داشتم. میگه از اون لحظات فقط همینو به یاد میارم، دیگه چیزی نفهمیدم، تا اینکه یه وقتی دیدم صدای زنگ خونه بلند شد. تا صدای زنگو شنیدم سریع از جا بلند شدم،
با سرعت زیاد به سمت در خونه رفتم، پشت در که رسیدم خواستم ضامن قفل رو پس بکشم تا در رو باز کنم، ولی موفق نشدم. انگشتام از ضامن در عبور کرد. اون موقع هنوز به حقیقت قضیه پی نبرده بودم. نمیدونستم این بدنی که باهاش به در خونه رسیدم جسم اسیره. گفتم هر وقت تو کتاب جسم اسیره گفتم منظور چیه؟ بدن مثالی. اصلا متوجه نبودم که بدن مادیم روی تخت چوبی جا مونده. که حالا برای بزرگانم مقدمه حالات ویژه‌شون از همین جاست. میگن مرحوم بانو امین در حال جارو زدن خونه بوده که معرفت نفس بهش دست میده. معرفت نفس هم عرض کردم مقدمه اولش تجرد نفسه. تجرد نفس هم تجرد برزخیست و تجرد عقلیست، همجور میره بالا شهودی میشه و مراتب اولش همینه. یه هایی چیزای دیگه ای میبینه. مراتب اولیش اینه. بعضی ها استعداد دارن زود رد میشن از اینا. بعضی ها خیلی خوششون میاد همجور میمونن. بعضی ها هم میمونن هم دکون را میندازن. اینا خیلی خطرناکن. مثل سامری. یه چیزایی میبینه بعد تازه دستش میاد که چجوری میشه ملت رو سرکیسه کنه. بعضی با استعداد اون اساتیدی که استاد درست حسابی بودن تا میدیدن شاگرد وارد مرحله شده دو تا سیلی میزنه زود رد میشه. اینجا نمونه. چون به شدت جذاب. یکی از اساتید میفرمود که من اوایل کار اینور میشستم میرفتم تو آمریکا چرخ میزدم آمار ملت رو در میآوردن. استادشون مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی خیلی توبیخ کرده بود. ایشون فرمود این کارا چیه؟ ما میخوایم بندگی کنیم. خب میگه میخواستم با سایه دستم ضامن رو به عقب بکشم، دیدم نمیتونم. برای بار دوم سعی کردم، هر چی سعی میکردم ضامن رو پس بکشم دیدم موفق نمیشم. دستم از در عبور میکرد، بخشی از دستم تا نزدیک آرنج اون ور در بود. میگه دستت چه شکلی بود؟ اینجاش قشنگ میگه شبیه دست مادیم بود اما درخشش خاصی داشت، ضمناً جنسش هم فرق میکرد. شما بارها خودتون تو آینه دیدید، تصویر تو آینه عین شماست، هیچ فرقی نداره. با وجود این اون تصویر از جنس بدن شما نیست، گوشت و پوست و استخون نداره، ماهیتش فرق میکنه. کالبد اسیری من تا حدودی اینجوری بود، انگار از جنس بخار بود. خوب فهمیده بارکلا. البته از جنس بخار نبود. روح یه جورایی انگار رطوبت داره، در اینی که رطوبت نداره یه جورایی انگار رطوبت داره. برای همین بهش میگن روح، چون از جنس ریحه. ولی این نزدیکترین تشبیهه که فعلا به مغزم میرسه. به حدی لطافت داشت که مانعی در مسیر دید محسوب نمیشد. یعنی حالا اون نفر اول اون خانم خودش رو ندیده بود، خود بدن مثالیش رو ندیده بود، این بدن مثالیش هم داره میبینه. اتفاقاتی هم که براش میفته ویژه تری. تو عالم برزخ هم میره، قبلی تو برزخ نرفته بود، همون اطراف بود و برگشت تو بدنش. البته گفت امیرالمومنین، البته امیرالمومنین که نگفت، گفت امام به من آقا به من بهشت رو نشون داد، ولی هیچ توصیفی نکرد. ایشون و خصوصا نفر بعدی رو بردن بهشت رو نشون دادن با همه جزئیات و خیلی قشنگ و ریزم توصیف میکنه که الان عرض میکنم براتون. میگه که من اصلا برام سوال نشد، اول نفهمیدم چه اینجوری شده. خیلی ناگهانی و یهویی بود. موقعی که سمت در میدویدم از خودم نپرسیدم چرا پاهم به زمین برخورد نمیکنه، همچون لیس خوردم رفتم. موقع دویدن حدود 5 سانتی متر از کف زمین فاصله داشتم. خیلی عجیبه که این موضوعات اصلا فکرمو به خودش مشغول نکردن. بله دستم تا آرنج در آن سوی در بود، به اختیار به جلو خم شدم، در چه سرم هم از در رد شد، طوری که کاملا میتونستم داخل کوچه رو ببینم. برادرم پشت در بود. یادم میاد که به خودم فشار آوردم تا بقیه بدنم رو از در خارج کنم. ظاهرا بیش از حد فشار آوردم چون دفعتاً به بیرون پرت شدم. تقریبا تا 2 متر اون طرف‌تر از جایی که داداشم ایستاده بود، او پشتش به من بود. پشتش به من بود، در این حال میتونستم صورتش رو ببینم. جالبه ها، اینا نمیشه توصیف کرد دیگه یعنی چی. در اینی که پشتشه دارم صورتش رو میبینم. گفتم دیگه اونجا هر کی بخواد هر چی اراده کنه ببینه میبینه. بود دیگه معنا نداره. میگه چیا دیدی؟ هر چی میدیدی واقعی بود. آره هر چی دیدم واقعی بود. کوچه و هر چی تو کوچه بود واقعی بود، کاملا واقعی. به جز این که میتونستم صورت برادرم رو ببینم که داداشم پشتش به من بود، همه چیز طبیعی بود. فقط این غیر طبیعی بود برام که چطوری در این که پشتش به منه صورتش هم میتونم ببینم. این برام جالب بود. تیل چراغ برق، آسفالت، دیوارا، حتی قلبه سنگ کنار در افتاده بود. برادرم دیدم که با نوک کفشش قلبه سنگ رو کنار زد. همون هین زنبور کوچیکی سمتش اومد، بلافاصله بدنش رو کنار کشید، با دست راست زنبور رو تاروند، بعد با نگاه تعقیبش کرد، اونقدر که حشره کوچیک بین شاخه‌های درختی که تو کوچه بود ناپدید شد. وقتی ناپدید شد داداشم به سمت دکمه زنگ رفت، با صدای ضعیف طوری که فقط خودش میتونست بشنوه گفت آخر این چرا درو باز نمی‌کنی، کجایی؟ خوب شو فوش نداده. در جوابش گفتم من اینجا. نه صدامو شنید نه منو دید. تصمیم گرفتم بهش نزدیک بشم، ضربه آروم به شونه‌اش بزنم. فاصله‌ام باهاش تقریبا 2 متر بود. اومدم
جلو که اومدم سر خوردم، بهش نزدیک شدم، سعی کردم ضربه بزنم اما دستم از شونش رد شد. برادرم دکمه زنگ رو فشار داد، به محض فشارده شدن دکمه زنگ تو تاریکی فرو رفتم. این زنگ مجدد گزه برگشت جسمش. همزمان فشار زیادی روی قفسه سینه و چشمام احساس کردم. خیلی طول نکشید که چشمامو باز کردم، هرچند به سختی. بعد دیدم روی تخت دراز کشیدم، فورا بلند شدم به سمت در خونه رفتم. در حالی که میدونستم جسم اسیرین بوده که چند لحظه پیش برادرم رو دیده، به هر حال درو باز کردم، داداشم اومد تو، گفتم تمام نشانه هایی رو که دادم تایید کرد. گفت الان وایساده بودی زنبور رو رد کردی، گل به سنگ زدی، اینو گفتی؟ گفت آره. گفت من اومدم دیدمت و قطعا جسم اصلی من جسم خاکیم خارج شد. اما اینکه تو اون زمان از لحاظ جسمانی مرده بودم یا نه نمیدونم، نه مرگ نبوده، این پرواز روحه، طبیعی هم هست، شاید واقعا مرده بودم یا شاید لازم نباشه که آدم بمیره تا چنین چیزهایی تجربه کنه. یکی از اساتید میفرمود من مازندران بودم و درسای بهجت دور افتاده بودم، صبح شرکت میکردم با پرواز روح، درسای بهجت شرکت میکردم، برمیگشتم. بعد فکر میکنم وقتش رسیده که از دومی بگید، که وقتش دیگه نرسیده از دومی بگیم، انشالله فردا میگم ماجرای دومیشو که از روی بلندی میفته و تجربه میکنه مرگ، و انشالله فردا با هم بحث رو خواهیم داشت. خدا در فرج امام از تعجیل بفرمود، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.